ممکنه در اثر یک نسیم بشکنه. یک درخت تناور که 100 سال ریشه دوانیده به این راحتی تکان نمیخوره، ولی او هم ممکنه با طوفان‌های عظیم از جا کنده بشه. ولی کوه‌ها هر چه طوفان بر اونها بوزه هیچ اونها رو به حرکت در نمیاره، متزلزلشون نمیکنه. فرمود مؤمن اینجوری است، مؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، مثل کوه‌های استواره. نه فقط یک وسوسه شیطان، یه تعریف شیطان، یک جلوه های دنیایی مؤمن رو به حرکت در نمیاره. چون میدونید شیطان با همه وجود در تلاش هست که ما رو از مسیر خدا دور بکنه. قسم هم خورده لعقودن لهم صراطک المستقیم، سر راه بندگی وامیستم. همه تو دنیا عمر خودشون رو خرج میکنن، چه کسی سرمایه های خودش، جان خودش، جوانی خودش، مال خودش، آبروی خودش رو تو دنیا خرج نمیکند. یا خرج خدای متعال میشود یا خرج غیر خدا. شیطان قسم خورده من سر راه مستقیم میستم، نمیذارم اینا برای تو کار کنن، برای هر کسی بخوان کار کنن، برای نفسشون، برای دنیا، برای دیگران من مانعشون نمیشم، بلکه تشویقشون میکنم. اگر بخواهن راه مستقیم رو برن، راه بندگی خدا رو برن، خالص بشن، عبد بشن، من سر اون راه رو برشون میبندم. شیطان با همه قوا، با تمام لشکری که دارد، با تمام مکروهیلهی که داره، با 6000 سال عبادتی که به آتش کشیده که راه ما را سد بکنه، سر راه ما ایستاده که به نحوی ما را بلغزاند. گاهی یه عمر یه نقشه میکشد که ما را بلغزانه. ماها یک نقشه برای مؤمن میکشه. در احوالات مرحوم شیخ انصاری دیدید این داستان نقش شده که همسر ایشون وضع اهم داشتن، قابلهی که آمده بود تجویز کرد برای ایشون روغن مخصوصی تهیه بشه برای تقویتشون. ایشون رفتن یه مقدار مختصری از بیت المال برداشتن. به ذهنشون آمد آیا همه طلبه هایی که تو نجف هستن اگر همسرشون وضع هم داشته باشه میتونن از این بیت المال اینقدر استفاده بکنن؟ بردل پول رو گذاشتن سر جاش، یه چاره دیگری برای کار کردن. کسی شب در خواب دید در رویای صادقه شیطان رو که زنجیرهایی در دست داره. همه این داستان رو شنیده اید، پرسید اینا چی هن؟ گفت اینها برای به دام انداختن بندگان خداست. همه تون دعای روز ماه رمضان رو خوندید، در این دعا ما از خدا به خدای متعال پناه میبریم از شیطان. 20 خصوصیت هست، همزهی، لمزهی، وسوسته، یکیش هم شرکهی، یعنی دام شیطان، دامهایی که پهن میکنه. دید یکی از این دامها، یکی از این زنجیرهای قطور پاره شده. گفت این چیه؟ گفت 9 ماه نقشه کشیدم برای شیخ، دیشب با یک حرکت این زنجیر رو پاره کرد و رها شد. عنایت میفرمایید گاهی یه عمر دنبال ما میاد که یک گناه از ما بگیرد، یک غفلت از ما بگیره. چه چیز موجب میشود که در مقابل نقشه های او، وسوسه های او، هجوم او که هجومش هم هجوم سنگینی است، ما بتونیم مقاومت بکنیم؟ یه چیز بیشتر نیست، اعتصام به الله. اگر کسی تکیه به خدا کرد عزیز میشود. دیگه وسوسه های شیطان، تعریف های شیطان، تکذیب های شیطان، هجوم هایی که میارد، نقشه های شیطان نمیتونه این رو به حرکت در بیاره. حتی در قرآن دیدید گاهی شیطان برای فریب دادن یه مؤمن یک لشکر گسیل میکنه، طائفی دور او طواف میکند که یه جوری نفوذ در مؤمن پیدا بکند. قرآن میفرماید ان الذین تقوا، اونایی که از قبل تقوا پیشه کردن، متقین، که میدونید متقی اون کسی است که تو حسن خدا راه میرود دیگه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی گردباد شیطان دور اونها میچرخد، اونها رو مس میکنه، به جای اینکه نفوذ کنه در اونها، اونها متذکر میشن. وقتی میبینن شیطان خیلی دور و بر اونها میچرخه، میفهمن هر خبری از همینجاست، مراقبت بیشتر میکنن. اتفاقا همین طور هم هستی. خدا رحمت کنه استاد عزیز داشتیم، چون میفهمون شما اگر یه جنس عتیقه ای داشته باشید، اگر دیدید عتیقه فروشا چند بار آمدن سراغ این جنسو گرفتن، اول از رو تاخچه برش میدارید میذاریدش تو کمد تو گنجه، بعد کم کم میبرید میذارید به امانت، حفظش میکنید، چشم احدی بهش نیفته. اگه دیدید مکرر عتیقه فروشا آمدن، میفهمید چیز قیمتی است. مؤمن اینجوری است، اونجایی که شیطان هجوم میاره متوجه میشود که هر خبری از همینجاست. اتفاقا هم همینجوری است دیگه. دیدید آدم یه وقتایی میخواد چشمش رو از حرام بپوشاند، بسیار راحته، نگاه نمیکنه، ولی یه موقعی یک نگاه نکردن با دشواری‌های فراوانی روبرو میشه. اینجا همون جایی است که اتفاقا ثواب همینجاست، خیر همینجاست. خیلی وقتا دیدید آدم به راحتی برای سحر پا میشه، برای نماز اول وقت برمیخیزه، ولی یه وقتی بیدار میشی هر چه میخوای برخیزی میبینی سنگینی.
یک عاملش اینه، اتفاقا همین جاییست که خیر هست. شیطان هجوم میاره، مؤمن به عکس هر وقت هجوم شیطان بیشتر میشود، به جای اینکه این مؤمن فریب بخوره میفهمد هر خبری از همینجاست، بصیرت پیدا میکنه. تذکروا فاذا هم مبصرون. متقی همون کسی است که تو حسن خدای متعال راه میرود. اگر کسی در حسن خدای متعال راه رفت، به خدای متعال تکیه کرد، فقرش رو به غنای او ارجاع داد، به حضور او، به رحمت او، به قدرت او تکیه کرد، این میشود عزیز. دیگه همه عالم نمیتونن در او تأثیر کنن. اون کسی که در حد عصمت کلی این صفت رو دارد، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن. فرمود امیر در این بیان امام هادی علیه السلام، اعتصمت بالله، شما به خدا معتصم هستید، فعززت، عزیز شده اید، نفوذ ناپذیر شدید. دیگه آمدن مردم، رفتن مردم، همه اینها ذره ای در شما اثر نمیگذاره. و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، شما آخرت رو انتخاب کردید، وقتی خدا رو انتخاب کردید دیگه نسبت به ماسوی الله زاهد میشید. رغبت در غیر خدا پیدا نمیشه. وقتی انسان عظمت خدا رو درک کرد، خدا رو انتخاب کرد، سر دوراهی عظمت الهی در دل انسان تجلی کرد، دیگه نسبت به ماسوی الله انسان زاهد میشه. زاهد اون کسی است که دیگه سفره وجودش رو جمع کرده دیگه. قد خرجت الافراح والاحزان من قلبه، همه غصه ها و شادی ها از دلش بیرون رفته. همه دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، دنیا رو هم ازش بگیری غصه نمیخورد. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته. این بیان امیرالمومنین علیه السلام است دیگه، در توحید صدوق نقل کرده. پس بنابراین امیرالمومنین فرمود به زهد رسیده ای، چون خدا رو انتخاب کرده ای. عصمت امام ریشش در تکیه به خدای متعال کردن است، چون دائما با همه وجود معتصم بالله است، معصوم حقیقی است، سرچشمه طهارت. ولذا امام علیه السلام مبدا طهارت برای همه عالمه. حالا تعبیر رو ببینید، میفرماد فما تناقضت افعالک، افعال شما، کارهای شما دیگه همدیگر رو نقض نمیکنه. دیدید ما از یه طرف عبادت میکنیم، از یه طرف یه خطایی میکنیم، همه کارهای قبل برباد میرود. افعال ما متناقض، هماهنگ نیست. چرا؟ چون وقتی انسان معتصم به الله نبود، یک کار برای خدا میکند، یک کار هم برای نفس، این دوتا کار متناقضن، همدیگر رو نقض میکند. امام علیه السلام فما تناقضت افعالک، همه کائنات در اختیار توست، تدبیر کائنات به دست شماست، ولی تو این تدبیر کائنات، تو این تدبیر جامعه مؤمنین، تو سرپرستی عالم، هیچ افعال شما همدیگر رو نقض نمی کند. همه افعال شما یک آهنگ دارد. چرا؟ چون یک هدف بیشتر نداره، از یک سرچشمه بیشتر بر نمی خیزد. اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت. فما تناقضت افعالک، افعال شما همه هماهنگن، همدیگر رو نقض نمی کنند. ولا اختلفت اقوالک، گفته های شما با هم درگیر نیست، اختلافی در قول نیست، اقوالتون، افعالتون. ولا تقلبت احوالک، حالات شما متقلب و دگرگون نیست، گاهی با خدا گاهی با غیر خدا. یک حال در همه احوال بر شما حاکمه که اون همون احسن الحاله، یعنی حال با خدا بودن، حال بندگی. کسی که به خدا تکیه کرد و عزیز شد، احوال دلش متقلب نیست، شرایط حالاتش رو دگرگون نمی کند. فما تناقضت افعالک ولا اختلفت اقوالک ولا تقلبت احوالک، همه حالات یک حالته. این حال معصوم علیه السلامه، چون المعصوم هو المعتصم بالله. حالا عنایت کنید، اگر ما بخواهیم تو ظرف خودمون به مقامی برسیم که مؤمن بشیم، متقی بشیم، همه هجوم‌های شیطان و نفس و دنیا و دعوت‌های دیگری که ما رو صدا می‌زنن، ببینید فقط خدا نیست که ما رو دعوت می‌کند، پیغمبرانش رو فرستاده، انبیا رو فرستاده، اوصیا رو، شیاطین هم ما رو دعوت می‌کنن بر سر سفره خودشون، دنیا هم ما رو دعوت می‌کنه. اگر ما بخوایم این دعوت‌های مختلف ما رو به خودش مشغول نکنه، ما هم باید معتصم بشیم، تکیه کنیم. منتها اعتصام اونها به خدای متعال، اونها معصومن، هو المعتصم بالله. ما باید تکیه به معصوم کنیم. در صلوات شعبانی خوندید اسمت المعتصمین، معصوم اسمت هر کسی است که به او تکیه کنه، چنگ بزند. اگر ما همه وجودمون شد یک دست و اون هم به دامن امیرالمؤمنین آویخته بود،
بدانید هیچ شیطانی در ما نمیتواند نفوذ کند، هیچ دعوتی ما رو نمیلغزاند، ما را از مسیر خدا دور نمیکنه. ما باید معتصم به امیرالمؤمنین باشیم. او به اسمت الله معتصم است، ما به اسمت اماممون باید معتصم باشیم. او با محبت خدا معصوم است، ما با محبت او باید معصوم باشیم. اگر محبت امام در دل انسان آمد، هیچ چیزی انسان رو نمیلغزاند و از راه دور نمیکنه. دیدید این آب اندک، شما یه ظرف کوچک آب رو که به حد کر نیست، اگر یک سرانگشت نجس بهش بزنید متنجس میشه، ولی همین آب رو شما وصل کنید به دریا، نه فقط متنجس نمیشه، همه متنجس ها رو پاک میکنه. اگر انسان وصل شد به امام که امام سرچشمه طهارته، معدن القدسه، اگر انسان به او وصل شد خودش میشود مبدا طهارت، دیگران به او وصل بشن پاک میشن. مؤمن اینجوریست، چون به امام وصل است خودش مبدا طهارته، خودش مبدا نوره، مبدا هدایته. با او نشستن، نفس کشیدن، نشست و برخاست کردن مبدا طهارت انسان، مبدا نورانیت انسان میشه. ما باید در همه عمر سعیمون این باشد که معتصم به اماممون باشیم، از امام خودمون جدا نشیم. اگر کسی به اعتصام به امام رسید، به سرچشمه طهارت رسیده، به سرچشمه حیات رسیده. امشب اگر شب احیا است که انسان باید بیدار بشه، به عالم یقظه وارد بشه، از خواب غفلت شب بیداری است دیگه، شب به حیات رسیدن و زنده شدن است. راهش همینه، انسان اگر به امام متصل شد، امام سرچشمه حیاته. السلام علی محی المؤمنین، امام زمان حیات بخش به همه مؤمنین، بلکه به همه عالمه. امام سرچشمه حیاته. از امام در قرآن تعبیر به ماء معین شده، آب گوارایی که همه عالم، همه موجودات زنده قوامشون به اوست. و جعلنا من الماء کل شیئن حی. اگر کسی به امام رسید، به سرچشمه حیات، به سرچشمه طهارت، به سرچشمه قدس رسیده. ما اگر بخوایم در ظرف خودمون به اندازه خودمون معصوم بشیم، یعنی گناه نکنیم، غفلت نکنیم، وسوسه ها، شیطنت ها، تحریک ها که از راه دور و نزدیک، گاهی دیدید شیطان برای اینکه انسان رو به گناه بیندازد، نفوسی رو از دوست دور دست تحریک میکنه که انسان رو تحریک بکنن. خودش مستقیم راه نداره، ولی با نقشه ها میاد به سراغ انسان. برای اینکه هر نقشه ای شیطان برای انسان میکشد، از دور یا نزدیک، مباشر یا غیر مباشر، گاهی از دهان خوبان، از دهان دوروبری ها، با فعل اونها انسانو میلغزاند. اگر انسان بخواد هر کاری شیطان کرد، هر دامی برای انسان پهن کرد، تو این دام نیفتد، تنها یک راه بیشتر وجود نداره، و اونی که در همه عمر انسان معتصم به امام باشه، چنگ به امام بزنه. اونجاست که محیط امن ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. بیرون از ولایت حضرت هیچ امنیتی نیست. شیطان با 6000 سال عبادت و نقشه های پیچیده‌ای که 124000 پیغمبر و اممش رو دیده و از همه اون دوران ها تجربه کسب کرده، با این تجربه ها و قدرتی که بالاخره خدای متعال رو امداد کرده برای امتحان عالم بر اساس حکمت خودش، میاد سراغ ما. تنها تکیگاه ما امام علیه السلامه. به عنایت بکنید، ماه رمضان همین ماهه. ببینید، ما اگر بخوایم به همه، ما به همه خیرات باید برسیم، به همه خوبی ها، از همه بدی ها باید فاصله بگیریم. مؤمن نباید قانع باشه بگه حالا این یه صفت خوب دارم بده کافی است، این یه صفت بد از من دور شد کافی است. ما به همه خیرات باید برسیم و از همه بدی ها باید فاصله بگیریم. به عنایت بکنید، این با ریاضت و زحمت کشیدن خودمون، با عقل خودمون، با قلب خودمون، با عشق خودمون، با این پاها، این راه رفتنی نیست. رسیدن به خدای متعال، به همه خوبی ها، جدا شدن از همه بدی ها، با زحمت و ریاضت ما ممکن نیست. اینه که خدای متعال برای اینکه ما رو برساند، دو حقیقت رو از عالم بالا نازل کرده، یکی انبیا، یکی هم کتب آسمانی. انبیا و اوصیاشون و کتب آسمان، این دو حقیقت رو از عالم بالا فرستاده. اون وقت جامع ترین اونها، کامل ترین اونها، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون،
و قرآن هست. خدای متعال این دو حقیقت رو از عالم بالا نازل کرده تو عالم دنیا. برای چی؟ برای اینکه این دو حقیقت ما رو به همه خیرات برسانن، به همه مقامات برسونن. وقت عنایت بکنید اهل بیت کارشون این نیست، قرآن کارش این نیست که ما رو بفرستد. یه عزیزی میفهمود که از علما به یه بزرگی گفته بود شما این دور و بر یار خودتون رو میفرستید یا میبرید؟ عنایت فرمودین انبیا اینجوری نیست که خودشون بمانند و بفرستن. انبیا همه اون راه را رفتن، از عالم بالا آمدن. این کتاب از عالم بالا آمده. دید کتاب انزلناه، جای این کتاب تو عالم ما نیست. این نوری که به طرف ما آمده، این ذکری که به طرف ما آمده، از عالم بالا آمده. جای امیرالمؤمنین تو عالم دنیا نیست، از عالم بالا آمده. و نور تعبیری که در قرآن از امیرالمؤمنین شده در سوره اعراف اینه و نور الذی انزل معه، نوری است که به همراهی پیامبر آمده تو عالم دنیا. خود نبی اکرم هم همین طوری است. اون مثل نور خداست، قبل از خلقت همه عوالم آفریده شده، جای او تو عالم دنیا نیست. این نور قرآن، نور اهل بیت، نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آمده، این نور برای این است که ما رو با خودشون ببرند. تنها راه همینه. راه ما چیست؟ راه ما این است که به وادی قرآن و وادی اهل بیت نزدیک بشیم. حالا عنایت بکنید این قرآن و این ولایت اهل بیت که تنها راه نجات ماست، تنها راه رسیدن به همه خوبی هاست، تنها راه رسیدن به همه خیرات و جدا شدن از همه بدی هاست، این پیامبری که بشیر و نذیر است، ما را از همه بدی ها انذار می کند، به همه خوبی ها بشارت می دهد، این پیامبری که داعیاً الی الله است، ما را دعوت می کند، سراج منیر است، همه این قرآن و همه این اهل بیت که آمده اند، ماه رمضان ماه نزول این دو حقیقت است. اگر ماه رمضان ماه ضیافت خداست، شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعوت به مهمانی خدا شدیم. کی دعوت کرده؟ دعوت کننده خدای متعاله. داعی کیست؟ نبی اکرم از فوق آسمان هفتم ما رو صدا میزنه. دیدید اول رجب یه ملکی به نام داعی ما رو از آسمان هفتم صدا میزنه، یعنی میگه بیاید تا آسمان هفتم. تو ماه رمضان داعی خود نبی اکرمن، از فوق سماوات ما رو صدا میزنن، میگن بیایید. داعی الله ما رو دعوت کرده به ضیافت. این ضیافت چیه؟ ضیافت عام که تو همه سال هست، ما همیشه مهمان خدا هستیم. کدام سفره سفره خدا نیست؟ کی ما سر سفره غیر خدا نشسته ایم؟ همه عالم سر سفره حضرت حقن. این ضیافت، ضیافت رحیمیه است، رحمت رحمانیه، یه رحمت عامه، رحمت رحیمیه خاص. این ضیافت رحیمیه خدای متعال که تو ماه رمضان پخش شده، این ضیافت، ضیافت قرآن و ولایته. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآنی که تو از عالم بالا آمده تو این ماه منتشر شده، درهای این ماه به روی ما باز شده، درهای ولایت و بهشت به روی ما باز شده. قلب این ماه شب قدره. شب قدر شب ضیافت خاص خدا و شب نزول خاص قرآن و ولایت اهل بیت علیهم السلام. همین دو چیزی که ما باید با این دوبال پرواز کنیم، به همه خوبی ها برسیم، از همه بدی ها جدا بشیم. آغاز این شب ها شب 19 هم هست و بعد شب 21 ملاحظه فرمودید و اوج شب 23 هم هست که روایات خیلی رو شب 23 هم تأکید کرده. ولی هر سه شب، این سه شب، سه شبی است که ظرف رسیدن به همه خوبی هاست. راهی که به ما یاد دادن اینه. خب حالا راه رفته ها که همه عمرشون مراقبن، به امثال بنده یاد دادن این سه شب بیایید دعای جوشن بخونید، هزار اسم خدا رو یاد کنید و ذیل این اسامی از خدای متعال صد بار بخواید خلصنا من النار، خلصنی من النار، از او بخواید که شما رو از جهنم، از آتش، از شیاطین، از اولیاء طاغوت نجات بدهد، شما رو به رحمت خودش نزدیک بکنه. بعد کتاب الهی و اهل بیت رو واسطه بین خودتون و خدای متعال قرار بدید و از این طریق به خدای متعال نزدیک بشید. حالا فرصت گذشت، من یه ذکر مصیبت کوتاهی عرض ادب بکنم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. انشاءالله قرآن رو، نبی اکرم و اهل بیتشون رو
واسطه بین خودمون و خدای متعال در این شب عزیز، شبی که منسوب به امیرالمؤمنین است و فیض امیرالمؤمنین در این شب منتشر است، انشاءالله واسطه قرار بدیم تا به وسیله شفاعت نبی اکرم و اهل بیتشون، شفاعت قرآن، انشاءالله راه ها به سوی ما باز بشود. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جباره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة ما مالك من الهجج البالغة على جميع خلقه به نماز بست قامت که نهد برش پارا به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را چو بگفت نام الله ادا نمود اکبر بگرفت هیبت حق همه ملک ما سوارا به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم که ندای دعوت آمد شه ملک لافتارا از وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش بشارت داده بود که در این ماه شما رو به ضربت شمشیر به شهادت میرسانند، محاسنتون با خون سرتون خضاب میشه، منتظر امشبی بود، لذا این ماه رمضان شبها مهمان عزیزانش بود، نوشتن بیش از دو سه لقمه تناول نمی کرد. می فرمود می خوام وقتی خدا رو ملاقات کنم با شکم خالی به ملاقات پروردگار بروم. در همین شبها بود، چند شب گذشته به دخترش فرمود دخترم دیگه همراهی من و شما کوتاهه، عمر من به پایان رسیده، جدتونو در خواب دیدم، به من فرمود علی جان وظایف تو انجام دادی، آماده باش. نوشتن مثل شبی رو مهمان دخترش بود، سر سفره افطار دو رقم خورش برا حضرت گذاشت، نان و نمک و شیر. فرمود دخترم کی دیدی سر سفره بابا دو نوع خورش باشد؟ یکی رو بردار. رفت نمک رو برداره، فرمود نشیر رو بردار، چند لقمه نان و نمک تناول فرمود.
نخوابید، بیرون می آمد آسمان رو نگاه می کرد، می فرمود ما کذبت ولا کذبت، نه من دروغ میگم نه به من دروغ گفته شده، امشب همان شب است، شب موعود منه. نزدیک سحر شد، میخواد مسجد برود، نوشتن مرغابی آمدن سر راه، حلقه در کمر بندش رو گرفت، محکم کمر بند و بس، فرمود علی آماده باش. راهی مسجد شد، همه رو بیدار کرد، بالای مأذن رفت، آخرین اذان رو گفت، آمد تو محراب عبادت، میخواست سر از سجده بردارد، جبرئیل ندا داد تهدمت والله ارکان الهدا، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، إن قتله أشغال أشغياء، قوقاي شو. میدونید دو امام ما رو هم مسموم کردن هم مجروح، یکی امیر المؤمنین گفت 1000 درهم دادم این شمشیر رو برام آغشته به زهر کردن، دیگه امیر المؤمنین از بستر بر نمیخیزه. یکی امیر المؤمنین بود، هم مجروح شد هم مسموم، لذا این سم اثر کرده بود، وقتی به عیادتش آمدن دیدن رنگ حضرت زرد شده، دیگه نتونست برخیزد از بستر. یکی هم سید الشهدا بود، هم مجروح بود هم مسموم، فرماه رجلون به سهم محدد مسموم له سلاس شم، وقتی دست از جنگ برداشت فوقفل یستری حساعتن، ابتدا محاصرش کردن، سنگ بارانش کردن، سنگ به پیشانیش اصابت کرد، خون چهره رو گرفت، دامن پیروان عربی رو بالا برد، خون از چهره پاک کند، سینه مطهرش و هدف تیر سه شعبه مسموم قرار دادن. هرچه تلاش کرد تیر رو بیرون بیاورد نشد، از پشت سر تیر رو بیرون کشید، فجرت دم و کل میزان، خون مثل نابدان جاری شد، دیگه نتونست رو اسب بماند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. بعضی ارباب مقاتل اینجوری نقل کردن، وقتی از اسب رو زمین آمد بدنش در محاصره تیرها بود، نمیتوانست بیارمد، تیر به رگ قلبش رو بریده، نمیتوانست بنشینه، خاک ها رو جمع کرد مثل کسی که پیشانی رو رو جای بلند میگذارد، زبانش به ذکر خدا مشغول بود، السلام علی المجذوز الرأس من القفایا. قد خفیت انفاسک و رفع علی القنات رأسک،
سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب.